بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، آرزو دارم که لباس عافیت بر تن داشته باشین. خوشحال هستم که بازم در سوژه امروز خدمت شما قرار دارم. احمد فیصل عاصم، امروز آمدیم به شکردره، دره شکردره و بند شاه و عروس. بر اثر بارش های اخیر این بند آبش سرازیر شده، شما میبینین که سرریزه کرده دیگه بگوییم آب از این بند، و یک منظر بسیار مقبول شما می لحظه مشاهده میکنین. امروز آمدیم با دوستا امیج همکارای عزیز چند لحظه از فضای اینجا بر شما با تصویر بکشیم، هموطنای ما را ببینیم که چقدر خوش هستن. یک پروژه بسیار بزرگ است که انشالله سطح کابل در 7 سالی در جریان بود و جزئیات بیشترش انشالله در برنامه بعدی بر شما میتیم که بخیر یک فضای متفاوت انشالله شما زیبن مشاهده میکنین. کابل انشالله چراغان میبینین، ای که چه وقت، اما انتظارش هم میکشیم. کارای بند شاه و عروس هم تکمیل شده. قصه و داستان های بسیار زیاد داره. اینجا در گذشته میگفتن که کدام کس بوده، شاه و عروس بوده، باز اون زمان های سابق که اونا باز امو بیگان ها که به کشور ما خواستن تعرض کنن، اینا پناه بردن به می سمت و به می نامی مساحه مسما شده. خب جزئیات بیشتر خود از دوستان پرسیدیم، شما بیننده باشین در نخست چند تصویر ببینین از این منظره که واقعا دیدنی است. اینجا هموطنهای ما دیگر نام خدا خوب به مدلگرمی آمدن از این بند دیدار کنن. بعد از بسیار وقت بعد او دیگر اینجا سرازیر شده، شما یک منظره بسیار مقبول هم میتونین مشاهده کنین. یک 2 سال قبل هم من اینجا در ماه مبارک رمضان آمده بودم، در این رمضان گذشت نیده و رمضان پیشترش، اما بند به اون شکل آب نداشت. اما امروز شما میبینین که اینمی قسمت این آبش میگن به سمت، بیاین کدام سمت میره پرسان کنیم. سلام علیکم. وقت شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین. قرار خوب است، بخیر هستین، تشکر. سلامت شما خودتون خوب هستین؟ شکر، سلامت زنده باشین. قربانتون. اول خود یک معرفی کو با دوستا. خودم مسئول هستم از ولسوالی شکردره. مسئول جان از ولسوالی شکردره. بله. همین جایتون است دیگه. بله، همین منطقه ما است. خوب یک منظره سرخ بلندی، سرخ بلندی یاد میکنم. بله. این نزدیک بند شاه و عروس است. بله بله، من نزدیک بند شاه و عروس. بسیار خوب. امی شکردره راستی یک طبیعت خاص خود داره. بله دقیقاً یک طبیعت خاص خود داره، و از وقتی که بند جور شده دیگه یک نمای زیبای خود کشیده. بند شاه و عروس جور شده، تقریبا بند شاه و عروس در دست ایرانی پروژه بود که تقریبا در مدت 7 سال ای به اتمام رسید، و 2 سال میشه که آب از ایران میخواستن پر کنن. دمی باران ها امسال خوشبختانه بگویم که آب از ایران پر شد، و این خودتون شاهد هستی که نال سر کرده از سر بند. چی میگه؟ سر ریزه کرده. بله بله دقیقاً، واقعا دیدنی است، بسیار یک منظره جالب است. خب همی هموطنای ما دوستایی که اینجا میان چی حس دارن؟ والا این شخصا خودم می رفیقایم که فعلا آوردیم یک حس خوب خوشحالی برشون. همی طبیعت خودش یک حس آرام بخش میده به انسان، اگه فکر داشته شده باشه آرام میگنه فکر آدم، یک احساس خوشی میگینی که انده ولایت کابل هم یک بند شاه و عروس، و خوش هستیم که بند شاه و عروس به اتمام رسید کارش. در خوشبختانه بند شاه و عروس نام شکردرام از این طریق یک ذره مردم شناسایی امروی شکردرام پیدا کرده. بیشتر هموطنهای ما نزدیکترین ولسوالی کابل است شکردره، اما به این جای آشنایی ندارن. مطمئن هستم این طبیعت از این یک بار که بیاین یک کشش خود داره. بله دقیقا، من خودم یک چند روز پیش، مدت یک هفته پیش به دکتر صاحب ما بود آوردمشون. تا حالا میگه 15 سال است که من در کابل هستم، اینجا نامده بودم. بعد از این میگه هر هفته فامیل گرفتم میایم. من امروی همکارا گفتم آمدین؟ گفتن نه. گفتم بیاین که تو طبیعت من براتون معرفی کنم. همین لحظه که دیدن همین سررزه آب دیدن، این منظره رو دیدن، میگه واقعا چه خوب، یک جای از ما خبر نداره. بله دقیقاً دقیقاً، کسی که دیگه حالا بعد از وقتی که جور شده میرسونا که در یوتیوب در تلویزیون دیدن، حالا بسیار مردم خصوصا روزای جمعه بسیار بیربار میباشه، چه که می جای نمی باشه برای تستاچوی، همه گمی طرف میان. ان شاء الله همیشه همین رقم. ما آرزوی آرامی صلح و یک آرامش واقعی را در وطن خود داریم که هموطنای ما احساس خوشی کنن. بله. لبخند از اونا برای ما بزرگترین گپ است. بله. یک دنیا تشکر. بسیار امی آب ای بند به کدام سمت میره؟ از این به پغمان هم میره، این طرف هم به دیگه ولسوالی های کس، این طرف هم مستقیم حال فعلا به پغمان میره، از پغمان در قرقه میره دیگه، طرف هم ولسوالی های کس به اون طرف هم میره.
برو خوب از بیجای نمیشه. بله بله دقیقا وطن خودم هست هر طرف میره. بله هر طرف که میره تو دوره کرده. بله هست دقیقا سلامت باشی. تشکر بسیار زیاد خوش شدیم قربانتان. پیشتر میریم دوستا یک چند تصویر از پایین تر ببینین اونجا اگر بتونیم با انجینر سایبا اگر اجازه داشته باشن صحبت میداشته باشن. خب یکی از هموطنهای ما این از اینمی نقطه منظره میکده میبنده. بیاین اول امروش معرفی شدیم. سلام جان راجر بخیر است. بیاین وطنیش خوبش است. چی میگن بغل کشی کنیم؟ خوب است بخیر. انشالله خوب است. امروی گرمی و سردی چطور است؟ خوب است مگذره. ما خود نفس ما تازه شد. یک کم پیشتر بیا رفیق. داریم منظره رو در تصویر؟ بسیار خوب. نامتون چی است؟ محمد ناصر هستم از ولسوالی شکردره. محمد ناصر جان از ولسوالی شکردره. این شکردره چی یک منظره مقبول داره؟ والا سعی دیگه اما تو منظره است چیز قسمی که شما میریم مثال بند ایجاد شده نگاه فرامو آب فراوان داره نگاه مردم خوشحال است. چند سال بعد بند او پیدا کرده؟ بعد از یک 11-12 سال بعد. بیشتر از او او داشت کم؟ داشت کم. تو از این بخیر برق تولید میشه؟ بله برق تولید میشه و آبیاری کابل میشه. آبیاری کابل هم میشه؟ بله. این بند خب به کدام دریای کابل وصل نمیکنه؟ نه خیر نه. بسیار خوب. چطور است از وقتی که امی فضا تغییر کرده شما امی علاقه مردم چگونه میبینین در این ساحه؟ والا مردم زیاد میه از کابل از هر طرف میه به خاطر یک تفریح چیز میه به خاطر تماشا کردن بند. یعنی بر شما هم خوشایند؟ خوشایند است برای هم. حالا بالا بودین از بالا پایین آمدین؟ نه از پایین بالا آمدیم. خب از پایین بالا آمدیم. پایین بالا آمدیم. بسیار خوب. سطح ها ببینیم. همین سطح ها ببینیم. طرف بند رفتیم. حال زیاد شده دیگه هم؟ خوب است میگه فرامون شده. هر روز دیگه زیادتر شده میره؟ آره زیادتر شده. بارندگی زیاد قسم که میره دکوه هم برف است زیادتر شده. نزدیک از برف ما بریم؟ نه دور از دیگه نمیشنه. میخواییم پیام شما رو بشنوم با کدام گفتنی پیام داشت دارین به هموطن های ما؟ گفتنی همی است که یک امیت خومده یک چی باشه دیگه مردم از این مواد مخدر دور باشین این پیام هست. همی فقط از نشباب دور باشن؟ دور باشن فقط میوه بخورن بیارن تو دره نمیفهم چی میگن؟ شکر دره گل دره اینه تو به ترتیب از دیگه بیاین چکر بیاین چکر ما در خدمت شما هستیم. چیز خدمت بر بیارن بخیر سلامت باشی بخیر شد ببینیم مرا دستکتا قربانت وقت خوش خدا نگهدار. چه خوب یک شمال است که ما تو یکی خستگی های ما را دور ساخت. ولسوالی شکردره نزدیکترین دراز به کابل دوستا. شما تصویری ببینین ما بالاتر میریم انشالله با هموطنهای دیگه هم صحبت ها رو میداشته باشیم. دوستا ما خیلی آمدیم اطلاع دادیم اتون که بسیار یک جای دیدنی شده. شما جمع از جوان ها رو میبینین که آمدن بعدن میپرسیم که چی نسبت به هم دارن. امروز فکر میکنم تفریح کردن از اینجا شروع میکنیم. بخیر دوستا بیاین اما تستا چاین به ترتیب کمی چهرک هایتون نورانی از دگام زیباتر بیاین. خوب هستین؟ سلام خوب هستین؟ سلام بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید تشکر. خودت عکس میگرفتی؟ بله. نام خود چی هست؟ سید ارسلان. سید ارسلان سید هم هست ارسلان هم اردو بلست. اردو گزینش جالب است. درست است. جالب یعنی منظورم که خیلی خاص است. درست درست. خوب هستین دگام؟ تشکر سلامت باشید. نام شما؟ سید مهدی. سید مهدی. شما؟ سید عبدالهادی. شما؟ سخی محمد. شما؟ دکتر سید عمران. سید مایل. خب این ما در جمع آقا سایبا آمدیم بیاین شما این طرف ولی خب آقا سایبا ولی ما مردم های بد نیستین دیگه نکتت مردم های نیک سر میخوریم. خوب هستین انشاءالله دکتر سید. شما خوب آرام هستین؟ قربانتان سلام. سلامت. اینال این رفیقا رو معرفی کنین خب به این رفیقا کاکای بزرگوارم سید عبدالهادی بچه امیم رومل خان و بچه کاکایم سید مایل برادرم سید ارسلان و بچه کاکایم سید مهدی. مهدی جان بسیار خوب. ارسلان مهدی جان دکتر صاحب بگر آقا صاحبا. آقا صاحبا ولی امروز جمع آقا صاحبا. امروز جمع آقا صاحبا است. چه خوب یک جای پیدا کردین رفیقا. بله ها ولی ما اطلاع نداشتیم که جای به این قدر مقبولی بسیار نزدیک شما هستیم اگرچه ما در امی ولسوالی شکردره زندگی میکنیم ولی از طریق رسانه بعضی تصاویر شریک شد و امروز فرصت غنیمت شمرده با جمع امی دوستا آمدیم که از نزدیک یک تفریح هم شوه این منظره رو ببینیم. نام خدا بسیار یک جای مقبول شده برای تفریح برای فامیلا برای کسایی که من اینجا دیدم که حتی زیباییش از بند قرغم کرده بیشتر شده. دقیقا بسیار یک طبیعت زیباست
بسیار آگاه به هوای خوبه. ای امی آب که میایه از این قسمت کوه میه؟ بله دخن، این آب قبلا مثل قرغه واره دریای پغمان پرابش میکنه، اینجا یک دریا بود یک دریا چه که زیاد آب نداشت، ولی امسال خوشبختانه که بارانا و زیاد شده و آبش هم زیاد شده و این آب از همین دریای شکردرست سرچشمه شده، از همین کوه های شکردرست سرچشمه میگیره. بله بسیار خوب، واقعا حال هوای ما امروز دیگه شده. شما چند صبح آمده بودیم؟ صبح آمده این چاشت آمده بودیم؟ والا من اینا را صبح دعوت کرده بودم که شما صبح خانه بیاییم که ما امروز پلان داریم اینجا میم. متاسفانه کاکای مگذر اگر جنجال و مشکلاتی که داشت ناوقت آمد و نان و چاشت در خانه خورده آمدیم، یعنی یک ساعت میشه که اینجا هستیم. کلتان لباسک های بسیار همه تو ساده پوشیدین، ما را سعی که گفتیم میریم بنده شاوروز یا یخ ما نزنه سعی کنید چی پوشیدین؟ اوا فوق العاده سرد شده، شما میبینید که در کوه هنوز هم برف است و این برف هم فکر میکنم تازه باریده و هوا را یکمک سرد ساخته. دوستایی که میخواین اینجا بیان یکمک متوجه مسئله باشند که در اطفالشان یکم لباس گرم اگر بپوشانند بهتر است. ما از دوره طفولیت خلاص شدیم. نه شما خب چند قدم دیگه تا برف مونده میتونیم برسیم؟ نه رفتنش خوب کار بسیار شاق است، چرا که کوه بسیار ارتفاع زیاد است نمیشه، ولی دیده میشه که هنوز هم برف از کوه و تا که باشه هوا یکمک سرد میباشه. مقصد باد ازش جنون است، از آدم ها میرسانه جنون داره دیگه، اونا معاف هستن میتونن رفتن. خب جنون اوشیاری دیگه. دقیقا شوخی کردم قربانتان، اما طبیعت که هست یک زیبایی خود داره، انسان طرف خود کش میکنه. این شما را امروز اینجا آورده، چند لحظه صحبت کردیم بسیار خوش شدیم از ارسلان عزیز، دکتر صاحب، دوست دیگه ما آقا صاحب هم، اگه هر کدامتون کدام گفتنی دارین بیام. این کاکا جانتون گرچه بزرگتر بودن نه، خب ما آینکای دودی را پوشیدیم به خاطر رفته عالی، بیخی بر ما 14 ساله معلوم شد. شوخی کردم باش کال دلش دگام دگام چی کنیم؟ بخیر باشه، زنده باشین. دیگه تشکر میکنم از شما که تا اینجا زحمت کشیدین اومدین از تلویزیون اوریونا و از طریق شما با تمام هموطنان عزیز ما که در هر کجای دنیا که هستن سلام های خدا تقدیم میکنیم. دیگه امروز یک روز خوب بود، روز آفتابی نسبتاً به دیگر روزها. دیگه ما اومدیم، اینش خوب است که شما میجا اومدین، از طبیعت یک چند لحظه خواستیم لذت ببریم. بسیار خوب. دیگه خداوند کشور ما را آرام و آسوده داشته باشه که تا تمام هموطنان ما از هر جایی که طبیعت در دیار ما هست تفریح کنن و لذت ببرن. دیگه ان شاء الله خوشیتان میخواییم. سلامت. یک دنیا تشکر از همگی. ما با این دو دوست ما صحبت کردیم دیگه، اینا هم بزرگتر هستن. قربانتان بسیار خوش شدیم. حرف پیام گفتنی دارین روی یک تارم دور بتیم؟ حرف پیام ما دیگه کدام پیامی نداریم، فقط پیام ما همیسته که تمام هموطنان ما باید از این بند دیدن کنن، لذت ببرن و یک چند لحظه ای را خوش بگذرانند. قربانتان سلامت. بخیر باش. ما یک پیام دیگه هم دارم که فراموش نشم. میبینین که فعلا طبیعت خیلی پاک است، دور از تمام آشغال و دیگه پاسه. عین می گپ دل ما گفتی ما. دیگه خواهش ما از تمام دوستا و شهروندان ما است که وقتی اینجا به تفریح میین کوشش کنین که اصول تفریح آمدن مراعات شود، و زباله‌هایی که هر خای نخواهی یک چیز همراه خود میارن کوشش کنین طبیعت آلوده نسازن. در اقبال همگی ما باید مسئول باشیم و مسئولیت پذیری داشته باشیم. ما هر برنامه همی گپ مسکو بیادر، همی کار نکنین، همی زبالا را به جای نندازین، باور کنین همی طبیعت امیال همه قدر پاکی خود داره، همه قدر زیبایی خود داره که دل آدم یک دقیقه نمیشه زیجه بکنه، کنده نمیشه، دور نمیشه. تشکر بازم از همگی. شما رسانه ها باشه انشالله که تمام خورمان. خلط بیادر این مسئولیت حفظ خواد کرده. خدمت شما. ما این وظیفه ماست، ما که میگیریم میبریم، هدف ما خدمت است و با دل جان کار میکنیم. برکت ببینیم. یک دنیا تشکر. وقت خوش، سلامت، بخیر باشید. یعنی هر برنامه همی بزرگار که نبینی مزه نمیته برنامه، چرا کل قصه کل همی مضمون جامعه پیشانه است. یعنی دوست ما اینجا استاد بودن، از دور از لبخندشان فهمیدیم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر، آرام آرام بخیر هستین؟ قربانتون، تشکر، سلامت باش. که ما می آینه کار به خاطر امی هفته اول کم دیدش چی شده چشم ما را میبره استفاده میکنیم. خوب هستین انشاءالله؟ آرام هستین؟ بخیر کم که دیگه مگه طرف کمره دید داشته باشین این تو بسیار خوب میشه. خب میشه اول نامتان برای ما بگوین، باشنده همین محل هستین؟ بله نام موی بلاس، باشنده محل هستم از دره شکردره. بله بند است دیگه، بند
تقریبا سالهای پیش دیگه نمی بند دیگه 10 سال 12 سال شروع شد تا این لحظه تا 12 سال کار بود امسال عوضی دیگه به اتمام رسید دیگه بند حالا دیگه به محل ساتری و دیگه تفریقا شد بله بسیار خوب بزرگوار شما از امی در شکردره هستین بله. این بند بند شاوروس میگه بله به نام شاوروس میگه چطور چی قصه داره قصه از این تو بود که سالای پیش از امی جان بخ شاوروس بودن به خلان از امی کو رد میشدن دیگه مو وقتا دیگه اما تو رد میشدن و بالاخره کدام چیز سرشان آباده بود البته از کفار و گپا که یاره مثلا کدام اذیت چیز نکنن اما تو کدام سوال کرده بودن بازمورم سنگ گشته بودن بله. از خاطر ایره بند شاوروس میگه بخاطر از اون شاوروس میگه بله. خب برو شکر که وطن ما آرام است انشالله همیشه آرام باشه چند سال بعد ایره قمی بند آب پر شده چند سال حدودن بیادی خوده 1368 کار ازی شروع شد باز 1388 دیگه 12 سال الی 14 سال طول کشید بالاخره به نتیجه رسید که حالا عوضی دیگه ساده شد سر زکت بله خب یعنی قبل از او اینجا یک بند خورترک بود دیگه بله بند خورترک بود دیگه به حساب قدر مردم نمی آمدن ولی که جور شد حالا فضل خدا خوب است مردم حالا مایی هم داره بله مایی هم باشه خب ولی مایی تالک چیز نشده کس شکارگاه نیست حالا بیشتر جایا دوستا میگن شکارگاه شکارگاه طالب نشده خب شاید بعد از این شبکه ما بله بسیار خوب حالا بازدید کننده ها زیاد شده خصوصا از مرکز کابل زیاد میه خودت چی گفتنی داری چی تقاضا داری از مردم چی پیام داری پیام ما است که جا بیاین و از این منطقه دیدن کنن و جای بسیار خوب است و تفریگاه است دیگه اینم یک سیر علمی هم است که مردم اینجا بیا بخاطر سیر علمی دیگه یکان تجربه میگیرن که دقیقا بله سلامت خوش شدیم چند لحظه همراه صحبت کردیم انشاءالله باز مصاحبه تا ببین دیگه بسیار صحبت های شیرین سلامت خداحافظ سلام علیکم دوستان عزیز از این که همیشه بیننده برنامه های ما هستین جهان سپاس امیدوارستم که همیشه خوش باشین افغانستان عزیز شکر همه چیز داره طبیعت زیبا داره شما میبینین که امروز ما یک منظره متفاوت دیگر به شما به معرفی گرفتیم واقعا انسان دل زنده میشه اما گفته مردم سابق که مرده را زنده میسوزه دل مرده را راستی اینجا زنده میسوزه با می طبیعت بگویم بند قرقه دوم با می زیبایی واقعا گاهی وقت ما عینکار استفاده میکنم از اینکه که دیدم طرف آفتاب نمی باشد دوستا شما با بزرگیتون من رفع کنین دیره نیاز است که بپوشم بخاطر من راحتر بتونم طرف شما صحبت کرده هر کجایی از وطن هستین خارج از وطن هستین از امی خاک هستین انشالله که همیشه خوش باشین همیشه از همدیگر جدا نشین دوری نکنین دنیا کوتاه است عمر کوتاه است و زندگی ابدالعباد در مسیرش انشاءالله ما و شما میریم خداوند توفیق نصیب کنه خدا از ما راضی باشه ما راضی هستیم تا عبادت هم شما قبول درگاه حق باشه همیشه از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنین دگم گوشه دعایتون ما رو جای بتین انشاءالله ما بر شما همیشه سرخ رویی و سربلندی آرزو میکنیم از بارگاه عزیز متعال تا دیدار بعد که در خدمت شما قرار میگیریم خداوند یار و مددگارتان باشه